همجنسگرایی مردانه به گرایش جنسی مردان نسبت به یکدیگر که اغلب همراه با داشتن رابطه احساسی و عاطفی گفته میشه. در زبان انگلیسی اغلب به مردی که دارای چنین تمایلاتی باشه اصطلاحاً گی گفته میشه، گرچه گاهی برای زنان همجنسگرا نیز این واژه رو استفاده میکنند. همین واژه گی رو، این واژه از حدود دهه 1920 بین همجنسگرایان آمریکا ترویج پیدا کرده. با برنامه همجنسگرایی مردانه در خدمتتون هستیم. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما با خبر بشین و اینکه لایک و کامنت های سازندتون فراموش نشه. ازتون بسیار سپاسگزاریم. و اما یک راست میریم سراغ بیماری های مقاربتی که اولیش ایدزه. سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 هشدار داده که میزان شیوع ایدز در میان مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارن مانند 33 سال گذشته بار دیگر رو به افزایش پیدا کرده. این سازمان به مردان همجنسگرا توصیه کرده که از داروهای ضد ویروس ایدز به عنوان روشی اضافی برای جلوگیری از ابتلا به ایدز استفاده کنند. همجنسگرایی در کشورهای گوناگون. اولیش اروپا. اکثر کشورهای اروپا در عین به رسمیت شناختن همجنسگرایی قوانین ویژه‌ای نیز برای اونها تدوین کردن یا در حال تدوین کردن اونها هستن. برای مثال قانون ازدواج همجنسگرایان در بلژیک در سال 2003 تصویب شد. قانون ازدواج همجنسگرایان در فرانسه در سال 2013 تصویب شد. اما ایالات متحده آمریکا ازدواج همجنسگرایان با تصویب دادگاه عالی آمریکا در 25 ژوئن 2015 در همه ایالات آمریکا قانونی شده. و خاورمیانه، بیشتر کشورهای خاورمیانه به دلیل قوانین اسلامی با همجنسگرایان برخورد میشه. در میان کشورهای خاورمیانه همجنسگرایان در اسرائیل آزادی بیشتری دارند. و مطلب بعدی، همجنسگرایان و مذهب. مسیحیت، اسلام، زرتشت و یهودیت با همجنسگرایی به طور علنی مخالفند، اما ادیان شرقی به ویژه دین بودایی همجنسگرایان رو پذیرفته. رهبر بودایان در تبت دالای لاما رویکرد حمایتی از همجنسگرایان رو در پیش گرفته و این مصاحبه با مجله اوت در سال 1994 رو توضیح این چنین داده: اگر کسی پیش من بیاید و بپرسد که آیا همجنسگرایی درست است یا نه، من خواهم پرسید نظر شریک زندگی شما چیست؟ اگر شما هم توافق دارید، آن زمان فکر می‌کنم که بتوان گفت که رابطه دو مرد یا دو زن با یکدیگر در صورت رضایت هر دوی آنها، در صورت که هیچ ضرری به دیگران نرسانند، مسئله ای نیست. با این حال در سال 1996 در کتاب خود به نام فراتر از تعصب او صریحاً میگوید همجنسگرایی چه میان مردان یا میان زنان به خودی خود نادرست نیست. چیزی که نادرست است استفاده از عضو نامناسب برای برقراری رابطه است. و
همجنسگرایی مردانه در تاریخ ایران. در تاریخ ایران و ادبیات فارسی همجنسگرایی مردانه به عنوان شاهدبازی میشناسند و طبق اسناد ادبی و تاریخی تاریخچه شاهدبازی از دوران ایران باستان تا کنون وجود داشته. و همجنسگرایی مردانه در ایران کنونی. در نظام جمهوری اسلامی همانند دیگر کشورهای اسلامی همجنسگرایی جرم محسوب میشه و دارای قوانین جزایی خاص خودشه. در صورت لواط به معنای نفس عمل جنسی بین دو مرد در حضور 4 شاهد عادل یا 4 مرتبه اقرار از سوی کسانی که لواط کردند به این عمل در دادگاه بنا به احکام اسلامی که مبنای قانون مجازات در جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن حکم اعدام برای هر دو طرف رو در پیش داره. مهدیار محتشم‌خواه یکی از همجنسگرایان ایرانی که در سال 1398 به مدت 6 ماه توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بود میگوید اونها در بیشتر مواقع نام ما را در لیست زندانی ثبت نمی کنند و با این کار علاوه بر شکنجه روحی باعث بلا تکلیفی دائم ما می شند. این هم مختصر برنامه‌ای که کوچک بود در مورد همجنسگرایی مردانه. در برنامه‌های بعدی حتما همجنسگرایی زنانه رو مورد بررسی قرار میدیم. ازتون خواهش میکنم که ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. لایک و کامنت‌های سازنده‌تون در پیشبرد برنامه‌ها و ساخت بهتر برنامه‌ها به ما کمک می‌کنه. شب و روزگارتون خوش.